میخوام بگم سردرد میگرنی چیه، چطور به وجود میاد و من چطوری کمک میتونم بکنم به رفعش. اولا اینکه سردردهای طولانی رو میشناسن به سردردهای میگرنی، اما سردردها رو حکما دستبندی کردن به حداقل 60 نوع سردرد که چند تاشون رو میخوام اینجا بهت معرفی بکنم. سردرد با مشارکت معده، سردردیه که تو وقتی که معدت خالی میمونه و یا معدت پر میشه، یعنی غذا میخوری و یا اینکه گرسنت میشه، این سردرد میاد سراغت. این قطعاً با مشارکت معدت هست. باید بری سراغ سوء مزاج معدت، ببینی چه سوء مزاجی بر معدت غالب شده و اون سوء مزاج رو برطرف کنی. گاهی اوقات سردردها با مشارکت عرض نفسانی هستن، یعنی مشکلاتی که برای اون به وجود میاد، استراب و استرس هایی که گاهن تو مواقع مختلف به وجود میاد، این سردردها با رفع اونها درست میشن. ببینید کسانی که استراب استرس طولانی دارن، من یه توصیه براشون دارم و یه خواهش. ببینید گاهی اوقات هستش که ما یه سری مشکلات واقعا نمیتونیم رفعشون بکنیم و ما حملشون میکنیم همرون. مثلا یک نفری رو دست دادم و سال هاست که دارم قصهش رو میگیرم و سردرد میگرنی اومده سراغم. خب درسته که من کسی رو دست دادم، اما الان سالها گذشته و حمل این بار همراه روح من داره فشار عصبی شدیدی رو به من وارد میکنه. سعی بکن از این موضوع بگذری و باهاش کنار بیای و بپذیریش. این تو کاهش سردرد خیلی بهت کمک میکنه. سردرد با مشارکت خود دماغ که میتونه سوء مزاجی برش ایجاد بشه و یا اینکه ضعف دماغی باعث سردرد بشه. مثلا ببین چند تا علامت ساده بهت بگم. ببین وقتی که تو سردرد پیشانی داری، این میتونه علامتی باشه، اینه که خلط صفرا در بدنت افزایش پیدا کرده. مثلا کبدت ممکنه که صفرا زیادی داره تولید میکنه و یا بخارات صفرا داره از معدت میاد بالا و با این باعث سردرد سینوزیتید میشه. خب این قطعاً کاهش تندیجات خیلی بهت میتونه کمک بکنه، کاهش گرمیجات خیلی میتونه بهت کمک میکنه. گاهی اوقات سردردهای میگرنی به خاطر سینوزیتهای کهنه ای هستن که ما داریم. یکی از راهکارهای پیشگیری و مدیریت سینوزیت قطعاً استنشاق. بله استنشاق خیلی ساده که بینیمون رو با آب نمکی که شور نیست یا با همون سرم ما در طول روز 2 الی 3 بار حداقل بشوریم. و البته 3 تا روغن یادت میدم اگه سینوزیت داری خیلی بهت کمک میکنه. اگر پولیپ بینی داری خیلی بهت کمک میکنه، یعنی سردرد میگرنی هم به خاطر همون سینوسات هست. روغن بنفشه، بابونه، میخک، پای کنجد با هم ترکیب بکن و ابتدای بینی هر شب بمال. اگر که میتونی یک کمیش هم داخل بینی هر شب بچکون، خیلی با کاهش این سردرد ها میتونه بهت کمک بکنه. اگر سردرد ها با مشارکت ضعف دماغ و یا همون مغز، مثلا خیلی عصبی شدی، استراب استرس طولانی داری و این باعث سردرد های میگرنی طولانی مدت برات شده، فقط کافیه که یک روغن مالی و دائما انجام بدی و اثر فوق العاده‌اش رو ببینی. روغن بادوم شیرین رو روی ملاجت بمال و پشت گوشات و روی پیشونی. این باعث تقویت مغزت میشه و سردردت بسیار کمتر میشه. اگه تو فصل پاییز هستی کدو حلوایی رو از دست نده و در تمام فصول میتونی از بادوم استفاده بکنی که خیلی میتونه به عملکرد مغزت کمک بکنه و سردردهای میگرنیت به شدت کاهش پیدا بکنه. خانم عزیز، اگر شما سردردی داری که یا فوخ سر یا ناحیه استخوان آکیپیتال رو درگیر کرده، یعنی تقریبا بالا کمی به سمت عقب سر اونجا سردرد داری، این سردرد مشارکت رحمیه. این سردرد ممکنه که سالهاست که امراض تو، حتما باید به متخصص مراجعه بکنی تا مشکل رحمیت بررسی بشه. و اگر کل سر درد میگیره، میگی من سالهاست که سردرد دارم نمیدونم کجاست، مثلا از شقیقه ها شروع میشه، او او یه نکته مهم رو بگم، اگر تو سردرد شقیقه داری
این مشارکت معدته که اگر دوره سفره سالم ما رو ببینی میبینی که چقدر سعادتت بهتر میشه، به خاطر اینکه سبک غذا خوردنت اشتباس، سبک غذا خوردن تو درست بکن اون سعادت هم درست میشه. اما یه موقع هستش که میگه آقا مثلا از شقیقه شروع میشه، بعد مثلا نگو یوغا از شقیقه هم شروع نمیشه، یه بار از سمت چپ شروع میشه، یه بار از سمت راست شروع میشه، یه بار از پشت سر میشه، کل سرم درد میکنه. این سردرد باید نزد متخصص علت دقیق شناسایی بشه. اما معمولا سردردهایی که کل سر رو درگیر میکنن و کل سر درد میکنه و حتی از یه ناحیه خاصی شروع نمیشه با مشارکت کبد هست و کبد باید پاکسازی بشه. یه نکته مهم دیگه، اگر سردرد تو سمت راسته و بیشتر تو سمت راست میاد سراغت، برو سراغ مشکلات کبدیت. معمولا کبد میتونه باعث این سردردها بشه. و اگر سردرد دائما تو سمت چپ رفلاکس هم داریم، بدون که مشکل از تحاله و حتی اگر لکه‌های قهوه‌ای پوستی هم داره، این میتونه نشون دهنده این باشه که مشکل تحال درمیونه و تحالت باید پاکسازی بشه. یه راهکار ساده بدم برای پاکسازی تحال و کبد که سردردت هم کاهش پیدا بکنه، استفاده از ماء‌الجبن افتیمونی که تو خیلی از جاهای کشورم شما میتونید استفادهش بکنید، منتها دو هفته صبح ناشتا بعد از این که طبق دستورم استفادهش کردید حتما 5 الی 10 دقیقه پیاده روی داشته باشید. اونایی که سردی امعا دارن، یعنی معده و روده های سردی دارن، از ماء‌الجبن زیاد استفاده نکنید.